سلام، خوش اومدین به کانال مدرس. آنایتا هستم به همراه فرزاد با ادامه بیف فدایی و حسین. خب بچه خیلی خوش اومدین. ترک خفن بلیتو رفتیم و کلی هم کامنت گرفتیم از شما، خیلی دوست داشتین، دمتون گرم. و هم گفتیم که منتظریم کیو 69 رو از حسین بریم که ببینیم جوابش چی داده. ما سریع اومدیم برای ضبط این ویدیو ببینیم که حسین ببینیم چی گفت، که این بیفه در ادامه چی میشه، که تا اینجاش که خیلی حال کردیم با هم دیگه. قبل اینکه بریم به آهنگ بپردازیم، برای اینکه ویدیو جدید ما رو از دست ندین کانال ما سابسکرایب کنین، زنگوله بغلش رو بزنین که نوتیفیکیشن براتون فعال بشه و در کلیه فضای مجازی با هشتگ مدرس توی من و آنایتا رو پیدا کنی و فالو کنی. آدرس سوشال مدیام اینستاگرام، فیسبوک و توییتر هم این زیر هست که اگر دوست داشتین اونجا هم توی ما رو فالو داشته باشید. آقا بریم ببینیم که برادر حسین چه جوابی داده به فدایی. به برادر فدایی. آقا قبلش یه کاور باحالی داره این. آره بچه‌ها خیلی گفتن آقا بگین آره. اینو ببینین. یه کاور خیلی باحالی داره که یه حالت نقاشی هم هستش، حالت اسکرچ. بعد یه دستیه که این حالت صف 21 رو گرفته، که خب صف 21 تهرانه. آره. صف 21 تهران میتونه باشه، خود صف 21 اوایل ملتفت هم میتونه باشه. این یه نکته چیزم بگم به بچه‌ها. آره. اینم میتونه باشه. این گل روزه رو که اشاره کرده بود فدایی آخر اومد، بچه اومدن برای ما کامنت گذاشتن که آقا اینو حواستون باشه بهش و اینا، برام توضیح داده، من تو ذهنم نبود. داستانشم بگه همه تو حتما میدونی، مثل این که قبل اینکه بلیط رو بده بیرون فدایی، بعد اون فری استایل اینا، بچه ها نوشته بودن که حسین میاد مثل که یه استوری میذاره و آخرش میزنه دوست عزیز و یه عکس گل روزی هم چیزی که آقا یعنی دیگه صلح کنن، یه همچین فازی بوده که فدایی تو بلیط آخرش اومد گفت گل روزه چی شد، اونم نگر گلدونش کنی هم چیزی، نه میگه گل روزه چی آره. شد یه همچیزایی آره. اشاره میکنه بهش آره. حالا اون این روی این کاورمون گل روزه هست دیگه، دستشه گل روزه، یه دستشه. خب نه دیگه اصلا کلا یه دستشه، نه این منظور که اینجا که صفر 21 هست با صفرش آره. گله تو دستشه تو صفره با 21 شم که ببین من نگاه کردم اینو که بچه گفتن حتما تفسیر کنیم. خب معلومه دیگه دستش شبیه صفر 21 نگه داشته تو این، بعد با این انگشتش گل روزه رو گرفته، با اون یکی انگشتش اینجا از برند دیگه ای و از برنده مطرح کودکسه. حالا تو ویدیو قبلی من راجع به دورکس توضیح دادم، یه برند دیگه است. چی ما کلا داریم کلوم دبلو میکنیم انگار. نمیدونم چرا اینج به اینجا رسید برنامه ما، ولی محتوا چیز دیگه ای بود. ولی حالا منظورش اینه که من با گل اومدم بی خیال شیم شما نشدی، حالا با کودکس میام بعد روشن نگاه کنم زده ایکس لارج دیگه، همه دوستان در جایی. اینم از این. یه کامنت دیگه هم بچه ها برای ما زده بودن که روی این زده پرودوسرش، یعنی پرودیوزر زده، که مثل که اشتباه بوده، بعدن قلط املایی یعنی داشته درست کرده، خود پرودوسرش اومده آره. درستش درست کرده SC. البته که اگر که پرود و یوزر رو میزد ولی با فاصله میشد مثل که یه معنی دیگه، یه معنی. حالا آقا بریم دیگه، خیلی طولانی بریم دیگه نشه، ببینیم که آقا حسین چه کرده. آقا برو بریم. آقا اینم اینترو خوب بود،
صدای فدایی بود. اون همون قسمت فدایی بودش که با این بت واجاره کرده بود که خیلی خفن بودش تو تلفن. من خیلی حال کرده بودم. خب بعدش صدای یه نوزادی من که الان به دنیا اومد. خب تو اصلا بچه نه، حالا قبل اول اولش هم صدای فدایی بود دیگه. کلا صدای فدایی بود. داشت فکر کنم از کارهای مثلا قدیم فدایی بود. میدونی کدوم کاراش بود؟ اول قدیم فدایی قبل از که این سبکی به خونه و اعتراضی و سیاسی و اینا خیلی دیسلاف و ناب زیادم قوی نبود. خب همهشون داشته، به نظر من همهشون، حتی خود حسین هم داشته، ولی اولشون توی شروع شد، بعدش اومد یه تیکه از ترک بیلیت بود، آخرش هم صدای یه نوزادی اومد که به دنیا اومد. یادم این چی افتادم؟ یاد همون قسمتی که تو ترک بیلیت بود میگفت اصلا باید پیشگیری کرد، بعد اینم که اینو گرفته دستش اصلا یو اینا اومد تو زنیم. خب حالا گفتش این مهم دیگه، یعنی اینو میزنم. بابا بونجور مادام، کسی نمیگیره تو رو به تخمون. اینا فرانسوی گفتی جواب باره فرمانی بود، ولی گفت بونجور مادام یعنی خانم. موسی هم نگفت. آقا شروع شد، برو بریم. بابا بونجور مادام، کسی نمیگیره تو رو به تخمونه که باس بگو کیر شده شبیه تو. نردبون میدیم بری بالا مثل آقا سگ نایا، جند دادی سوراخ تو نقد بدم که پایا یزید یهودی دیلو که چونو جزید تیزی پول ویزید میدید چون که میزایی تو زیر فیزیک. او چه خوب تو رب میکنه. آره تون رو به رب میکنه. یه نقد دادم یا پایا، این هم که دیگه میده دیگه پول نه پایان فکرم سیستم بانکی ها که آره آره کارت به کارت بود چی بود ایران. آره بعد یه تیکم چیز جواب اونجا که یکی خفن تنس گفت فدایی میگفت اینجا کربلاست، نمیدونم چی گفت. من متوجه شدم که اینجا اونجا میگه حسینی، اونو میدونم اینجا چی گفت. من متوجه شدم، ببین اینجا اشاره کرد بشه تو نقد بدم که پایا یزید یهودی دیلو که چونو جزید تیزی پول ویزید میدید چون که میزایی تو زیر فیزیک حسیناتو یزید. آره دیگه به همون اونجا اشاره داره که میگفتش اگه یزید تو حسینی من یزیدم یزید. اینجا کربلا چون رو گزید تیزی میم چیزی میگه. آره آره یه چیزی داره میگه جواب اونه دیگه لپه فلان اینا اینجا. آره لپه زد که پایا یزید یهودی دیلو که چونو گزید تیزی پول ویزید میدی چون که میزایی تو زیر فیزیک بسراتو خودت مینویسی یا که میگی آقا بده حالش بهت برسونه زیر میزی. او میگه که شرط خود میگی یا ارباب بهت رئیست بهت برسونه. هیچ کس دیگه آقات میگه. آقات آقات آره انقدر تو میگه که همون لحظه آره یعنی بهم میگه که آقا تو نمی نویسی خودت اینا رو، هیچ کس بهت میرسونه. داره اون میرسونه. آره راست دوشن اینا میگه که داره میگه میزایی تو زیر فیزیک بسراتو خودت می نویسی یا که میگی آقا بده حالش بهت برسونه زیر میزی ها ریش بهتره یا که کرواد یالا بگو کدوم وری رسید بتونه ترا لاش گوش. میگه ریش بهتره یا کروات، ببین کدوم وری رسید به احترام. اینو میتونه کلی به بحثا به هیچ کس هم میتونه زده باشه که یعنی قدیم ریش میذاشت. آره تو ایران بود. اونم میتونه زده باشه به خود هیچ کس که حالا کدوم وری واسه بهتر شد. یعنی که تیکر رو کلن به ملتفت کلن موقعیت طلب این دیگه تغییر کرده میدید. آره والا ما که ریش داشتیم نداشتیم فرق نمیکرد. همه دوستمون داشت برسونه زیر میزی ها ریش بهتره یا که کروات یالا بگو کدوم وری رسید بتونه ترا لاش گوش نایا که سابا کی چته باز شهر مگه خالی یک تو جلو ما سخت شدیم مزدو. آها نایاکو که من گفتم بچه ها کامل کردن حدودی درست گفته بودم دیگه اون سازمان سیاسیه. این داره میگه که دوباره میگه که نه بابا، یعنی این داره متهم میکنه که میگه خودت یعنی نایاکی هستی. آره بعد شهر اونجا میگه بابا شهر خالی شده یه هم چیزهای حال دقیق برسه فریانی، ولی تو بلیت میگه مثلا شهر خالی شده تو لات شدی به حسین. این داره میگه که حالا مثلا شهر خالیه مثلا تو دیگه چیون، این هم به همون میزنه دیگه. بزن زر قطر من یه خوده باز شد چون خیلی به تون چیز سید به تونه ترا لاش گوش نایا که سابا کی چته باز شهر مگه خالیه که تو جلو ما سخت شدیم مزدور. مزدور میگه شهر مگه خالیه که تو جلو ما سخت شدیم مزدور، یعنی ما هستیم. آره. تو چی فکر کردی؟ بعد دوباره گوش کردم میگه نایاکیه ساواکی نایاکیه ساواکیه چته حالا دیگه ساواکیه چه رفتی داشت.
چترا لاش گوش نایا که سوا کی چته باز شهر مگه خالی یک تو جلو ما صف شدی مزدور دوگان سوزای جونه و همه اینا میگیرن همی خورن از دول غرب داتی نکن والا اینجا شو دوگان سوزی منظورش اینه که همه توبره میخوینم از آخور دیگه ضرب المثلای ما دیگه کم کم داریم ضرب المثل هم میشکافیم آره ما سخت شدیم مزدور دوگان سوزای جونه و همه اینا میگیرن همی خورن از دول غرب داتی نکو پر میشه یه رو برای کیر خرد ایلگر ترک های سیاسی تونه که برای پاس بود دیگه ترک های سیاسی تونم واسه پاس بود پاسپورت رو میگه دیگه آقا میگه که ادا در نیارین سیاسی هم اگه میخونین به خاطر اینه که اونجا پناهنده شدین و پاسپورت گرفتین نمیدونم بچه ها فیلو خوبه بزن کنم من فکر کنم که هیچ کس اون موقع که ایران بود سیاسی نخونده بود اصلا که بخواد مثلا به این اون موقع جنگل آسفالت من اون سال رو یادمه یادم نمیاد که مثلا اینا اول شروع کردن سیاسی خوندن بعد رفتن و پن نمیدونم فدایی که واقعا خب من نمیدونم چون آره. فدایی من خیلی ولی خب این داره به اون میگه هیلگری نمایش بازی میکنی الکی فاز سیاسی گرفتین که اون بر پاسپورت رو گرفتین خیلی فعل خوب عوض میکنه و خیلی تکنیکی داره رفت میکنه من خوندن حسین رو خیلی دوست دارم با داتی نکو پر میشه یه رو برای کیر خرد ایلگر ترک های سیاسی تونه که برای پاس بود دیگر نگو میره روی قیمت سک خورد وقتی میرسه به همه خیره ببینیم ادن جنگ خیبر فتی اگه یزیدی من بچه هیت او میگه میره رو قیمت چه پرسیبه آره میگه سک خب من منظرشی که مثلا من دارم با تو دیسپلازی میکنم یعنی تو داری ازش افسودن تو میبری آره میگه سک خورد برش میگه اگه یزیدی چی من بچه هیت بعدم جنگ خیبر هم که از این جنگایی که من به اعتقادی یعنی فکر کنم جز جنگایی که مسلمان‌ها برده بودن منظورم اینه که من جنگ خیبر میبرم یعنی فکر کنم یه جنگ سختی بوده آره فاز اونه میگه آره میگه مثلا جنگ خیبر فتح فکر کنم منظورش اینه میگه مثلا مثل جنگ خیبر که فتح کردیم آره یعنی با وجود همه چیش ما میبریم به همه خیره ببینیم ادن جنگ خیبر فتی اگه یزیدی من بچه هیت بیاد با این گیریمت به پاسر رو نبوریم روی تن بیدینت واسه سبوس مرگ او این هم همونه گفت که این هم داره فاز گنگ زنگین میشه به پاسر رو نبوریم از رو گیریمت میگه نمیم گیریمت چی نشه سرتو نبوریم از رو سر بیدینت آه ببینیم بذار من یه تیکش میبرم یه تیکش میبرم بچه هیت بیاد با این گیریمت به پاسر رو نبوریم روی تن بیدینت واسه سبوس مرگنی آرزوی دیدینه واسه میگه میاد پایین گیریمت یعنی این که بالاخره دستت رو میشه این ماسکه میفته از صورته که نقش داری بازی میکنی و میبریم سر رو از روی تن بیدینت خب آخه فدایی قبلا چند تا ترک داشته که توشون گفته که هیچ به هیچ دینی اعتقاد نره یعنی تو ترکاش یه ورسای کوتاهی داشته که اینو اشاره کرده که به دینی اعتقاد نداره خب فکر کنم به اون داره میزنه دیگه که میگه میبریم حالا من یه حسین یعنی اینقدر تیری مسلمانی سرسنگی سرسخت این مگه اون فری استایل تصفیه اینجوریه آها فاز مثلا چه یتیه انگشترش تو فلان فازش داره یعنی فازش داره حتما هست بیاد با این گیریمت به پاسر رو نبوریم روی تن بیدینت واسه سبوس مرگنی آرزوی دیدینه واسه شما ترسناک و برای ما شیرینه بگو ایبت بذار پیش بینید کنم به فدا ادا تو اونایی که میشینی تک سر خلا میندازی بازو روزانو میگی به ناز مجموع بعد که پا میچی ولی میبینی همش پش بود چقدر خوب فعلا از اون چقدر اینجا که اولش داشت که سربازو نترسون فکر کنم ایشی توی مایه گفت فدا اومدا چی نه گفت سربازو نترسون من مردم که این اشاره به اون داره که فدای همش میشه که میکشیم تو کفن پیچت میکنیم اینا میگه آ نترسون ما خودمون سربازا هم مردن کسیم آره بعدش هم فدا ادا اصلا خیلی داره میزنه میگه فدا ادا آره من فدا مدا فدا ادا میگه یعنی همش از اولش همش میگه که ادای همش نقشی گیری می بازی تو که سر خلا میندازی بازو روزانو میگی به ناز مجموع بعد که پا میچی ولی میبینی همش پش بود میگه چی؟ میگه بازو رو میندازی روزانو میگه حجمو یعنی ببین حجمو بعد پا میشی پش میره مثلا دیگه من حرف ندارم حتما خوب رب میکنه حسین صداشو من دوست دارم و من دوستم تو که سر خلا میندازی بازو روزانو میگی به ناز مجموع بعد که پا میچی ولی میبینی همش پش بود اماله خودتو جان اصلا جای مبارز بخاله بدون پلیده در میرزه وارد واسه ما شهیدا نویده با سوز هلالت بوزو تو اصلا چی میگی رئیس بگو به ناله اوه
نخاله، هر چی بود بهش بگو بماله، نخاله. چقدر خوبه؟ آره. چه تکنیک داره. بگو رئیست بیاد آقا، یعنی مثلا تو که اصلا نیستی، ما که تو رو نمی‌بینیم. بگو هیچ کس بیاد بابا، آره، هیچ کس نمی‌تونه جای بده. هیچ کس هم دیگه خیلی فاز گاد فادری واش، خب بیا یه دونه دیش بده دیگه، چه نمیده. خب به نظر من وقتی میتونه فدای جواب بده. نه خب اوکی، ولی چند درصد جواب بده. ولی خب من دوست دارم بیاد جواب بده. آره من خیلی حال می‌کنم. یه دیسته چیزی بده. دیده در میده زبارت واسه ما شهید و نویده واسوز هلالت گوزو تو اصلا چی میگی رئیسی بگو به ناله داشیم و اندازه پول بس دادیم رفت که آدم بیرون بکشیم و توی جس تو چی پی خال خشتک دم گونه زد یه رویاس ام... اینجا حالا دوباره گوش بدم بزن بزن کامل بشه ورسش داشت یاسم گفت ما به حلال خونه مثل پول بت عواز جنب بزن ورسه آره میگی رئیسی بگو به ناله داشیم و اندازه پول بس دادیم رفت که آدم بیرون بکشیم و توی جس تو چی پی خال خشتک دم گونه زد یه رویاس امرو ما به حلال خونه مثل پول بت عواز یاسو گفت اشاره کرد اینو داره میگه که حتی جواب تیکه فردایی که به یاسو نخ اینجا گفت حاضرم نمیداری یادم میره چرا یه چیزی گفت الان گفتش که پول بنز اونجا گیر داده که تو بنز سوار میشی آره میگه آقا ما یه پول بنز گذاشتیم واسه یا یعنی ما خرج کردیم این پول بنز یا آدمای در جنس در آوردی یعنی من شاید مثلا منظورشه که کارای خیری کرده یا هر چیزی من نمیدونم منظورشه منظورشه که از این پولا مثلا واسه ما ارزش نداره حالا بعدش هم میگی تو منظورشه که تو اموال بقیه میری بالا واسه همین گیر میدی به بقیه یه روز زد منظورش زد بازیه یه روز زد یه روز یاس یه روز ما حالا نوبت ما یاس شنیدم آره دیگه زدم منظورشه که تو داری اینجوری که دیس میدی بین اون اموال اونا میری بالا حالا نوبت ماست بچه پیروزی ببینیم چک زد یه رویاس امرو ما به حلال خونه مثل پول بت عواز جم بچه پیروزی ببینیم چک نکو میبریم که بدوزی مثل تو این طرف های جند هایی بود برکشی دکم اخلاق چرا مثل گوز سر کشی مثل گوز سر کشی وای خب آخه هر چیز دیدم سرکش نیم ولی این از اون سرکش ها شو گفته آخه نمیشه آره دیگه آره. شاید نمیشه جبش دیگه داشت آره بعضی خیلی تشبیه بالی بود بچه پیروزی هم که همین هم فدایی بچه پیروزی دیگه بدوزی مثل تو این طرف های جند هایی بود برکشیده کم اخلاق چرا مثل گوز سر کشی دیگه نگو میره روی قیمت سک خورد وقتی میرسه به همه خیلی ببینیم ادن جنگ خیلی برفتی اگه یزیدی من بچه هیت بیاد پایین گیریمت به پاسر رو نبوریم روی دن بیدینت واسه سرباز مرگنی آرزوی دیرینه واسه شما ترساک و برا ما شیرینه بگو هیت جست نال خونه لاش لات شده حالا برا ما تو رپ فاس خفه بابا زر نزن اینجا تراس برا روت میشه خط دار تر آدیداس ساره به من این همونو میگه دیگه همون داستانه هم میگه که میگه چسناله خون که اولش گذاشت همون آره آخه من میگم که قبلش همش رو هم چیزی داشتم ولی خب حالا به این اون داستانه میگه که قبل از که خود حسین مگه مثلا چه 15 سال پیش چی میخوندش داشته اونه من این خدمت حسین خیلی بیشتره آره ولی کلا میخوام بگم ساعت رپ فارس اون موقع اول همه همینطوری بودن حالا نمیدونم فدایی از کی بوده مثلا این آهنگش بابا من خیلی قبلش نمیدونم ما تو رپ فاس خفه بابا زر نزن اینجا تراس برا روت میشه خط دار تر آدیداس ساره به من میگم برادر بده پایین درارم لولوها تو باز کنیم برات بشه عبادت ندیدیم اون کس فقط میکنی تو تلاوت ببینیم رنگ میدی جلو میگی یه ساعت ارادت مثل تو زیاده از اینش فشار ببینم ات خوردی چک و پسیه رو یه جا جدو چیه میگیرم رو وسیلت یه خشاب با موی فر بشی کره مسیح علی نژاد با موی فر بشی کره مسیح آره دیگه موی فر چیزو میگه موی فر فدایی میگه مسیح علی نژاد به ریفرنس چیزم هست یخ تو یخ جی جی میگه جی جی فکر کنم ورس جی جی بود برگش گفتش که هر کی میخواد به فدایی به هیچ کس داشت میگه به فدایی نمیگه به هیچ کس داشت میگفتش که اگه نخونی من کلا ملتفت میگم نخونی بعد جات بیاد مسیح علی نژاد بخون فکر کنم هیچ کس داشت میگه ولی ریفرنس اونو داره میاد کلا ملتفتیا رو خیلی میبندن به هر کی میخواد یه تیکه بندازه اینا که مشفره خب مسیح نژاد که مشفره به اون واسه این به اون داره مسیح رو یه جا جدو چیه میگیرم رو وسیلت یه خشاب با موی فر بشی کره مسیح علی نژاد اونجا هم که میگه جدو چیه خب اونجا میگه من
تو بلیت یه فدایی تو یه ورسش میگه جودو یه هم چیزی میگه جودو میگم رود خشا جودو چیه بابا یعنی اصلا گنگه اصله و فلان سیه رو یه جا جودو چیه میگیرم رو وسیلت خشا بابا موی فر به شکر مسیح علی نژاد روخو بنما تا دلا بر فرمت بدم یکی بخوری و ستا ات دور مثل مکرون که یه چک خور جلو مردم بده بد دو مثل مکرون مکرون مال به جمهور فرانسه بود اگه اشتباه نکنم یکی اومد زدنش تو جمعیت یکی اومد زد تو آره فرمت بدم یکی بخوری یا ستا ات دور مثل مکرون که یه چک خور جلو مردم بده بد دو حرکت کن دلقک یارو به ما میگه قاضی کشتم خفه زر نزن دایی بگی بشی پشت دست تو که پیر میشی چاقی فقط با یه رو سبت چرا شیشتایی میای آخی که چی گست وقت اصلا کرسه به بیلی تو میگه میگه که میگه من قاضی کشتم میگه بابا چرت و پرت چرا میگی تو یه روز حبس هم نمیتونی اینم میزنه اون که میگه این هفت سال حبس یه هفتش و هفت سال میگه اونم داره میگه بابا تو یه روز هم میتونی تمام قاضی کشتی سر تعداد روز حبسشون با هم کل دارن فکر کنم نه اینکه داره میگه اصلا تو نمیتونی یعنی مال این حرفا نیست قاضی کشتن چیه تو یه روز هم تمام بگی بشی پشت دست تو که پیر میشی چاقی فقط با یه روز حبس چرا شیشتایی میای آخی که چی گست وقت اصلا فیه چی لاشی رونایی رو که پاشی تو خاک قربونم زیر خایه های فاشیسم بوده جیره تو از سازمان بگی خفه خون شما نمیخواد از آبان بگی ازمون گل روزو دار بوده جیره تو از سازمان بگی سازمانه چی میگه سازمان ملل میگه سازمان ملل میگه پناهنده اینا همشون دیگه میگه تو نمیخوای واسه چیز کنی تو برو جیرتو بگیر از سازمان خب میتونه به این اشاره داشته باشه که یه جا برمیگرده میگه چقدر بریزم برات فلان اتر واقعی بریزم اتر واقعی کله چیزه دیگه کله پول موله که آقا نمیخواد با تو برو پولتو از یعنی ماهیانتو بگیر آره چیزی زد دیگه دیده تو از سازمان بگی خفه خون شما نمیخواد از آبان بگی آبانم که اینجا هم باز میاد حرف خوش رو تایید میکنه اونجا میگفت لالشین شما بعد فدای من تو بیلیت گفتی تو فریستایله گفت یا تو دو جا بود تو فریستایله حسین من گفت لالشین حرف نزنی فدای من تو بیلیت گفتش که اگه ما لالشین که از آبان بگی باز دوباره میگه خفه خون لازم نیست تو از آبان بگی خود حسین میخواد بگه ازم اون گل روزو دادم بذاری تو گلدونت منتها محبت سرت نمیشه خودم میام میکارم تو گلدونت آبم بهش میدم درخشو پس برده راستی گلادی یا تو ما رو دیدی قورت ندی گلابی یا تو تو پول پناهندگی نگی دلقک نمیخواد این تیکش با مزه خیلی خاطری والیه این تیکش خیلی با مزه انداخت ندی گلابی یا تو تو پول پناهندگی نگی دلقک نمیخواد برای ما اتر جا به جا کنی ردته فیلم فارسی زیاد میبینی ها ردته فیلم استایله رو میگه فیلم فارسی زیاد میبینی در میاریم ساعتی و میگیم ردته اینو داره میگه فیلم فارسی هم زیاد میبینی ها حالا بیم بقیه چی گو جا به جا کنی ردته فیلم فارسی زیاد میبینی ها هالیوودی شو ببین جلوه ویژه داره چهار تا دعوا یاد بگیری بچه در مورد قضیه صادقم بگم یه سری ها اینه تو فقط اسمشونو یدک میکشن بابا بیاد بگی دقیقتو به مردم جواب اونجا هم داد دیگه میگه گفت برای پنجرم صادق برای پنجرم صادق داره یعنی یه جوری میگه که یه سریای اسمشونو فقط یدک میکشن خود صادقو شاید داره میگه که مثل اسمش صادق نیست من نمیاد حقیقتو بگه من فکر کنم داره خود صادق هم میگه یا شاید هم اینا رو داره میگه نه خب میگه مثل اسمشون صادق اسم اون صادق شاید هم اینا رو هم میگه دیگه مثلا اینکه بابا شما که اصل داستانو میدونی ولی دارین رو من میریزین فکر کنم یکی به خود صادق هم زد این تو فقط اسمشون رو یدک میکشن بابا بیاد بگی دقیقتو به مردم مفرای اسکله یه بری و این قضیه پریک چیه میای واسه ما بیا وسیله بدیم شلیک کنی بابا سری برم 20 سالی دیگه به کیف و کفشم در ضمن رپ مینویسی یکم فارسی بنویس ما هم بفهمیم چی مینالی بابا به تیغم به تو به میتکه کسشر استاد کسشر برگشت گفتش که دیگه دفعه بعدم دیس بدی دیگه به کیف و کفشم حالا دیگه خودت میبینی به چیش برشم این که یعنی جوابش دیگه نمیدم یعنی به هیچ جام بعد برگشت اونجا اون یه قسمت تو آتو جمع کرد هرچی تو دلش بود گفت به نظر من تقریبا جواب داد یه جاهاشو جواب نداد شاید ولی
خوب جواب داد. خوب جواب در واقع میدونیم فقط جواب به نظرم تک به تک جواب چیزا شده. بلیتو داده بود دیگه به نظرم. بلیتو یه خودم فری استایله. جواب بلیتو فری استایله داده بود. جواب چیزا رو نداد. چرا داد دیگه اونجا اون اتریوم متریوم. آخرش هم دوباره تو آتوش هم گفت. اون قسمت هم که برگشت که تو پولتو از سازمان بگیرم. یعنی منظورش تو لات مایداری واسه ما یعنی سیس مایداری نه یا آخرش هم که باز دوباره گفت اینو فکر کنم که علنا گفت آقا نمیخوام واسه ما اترمتر تو بریزی تو برو پول سازمان پناهندگی تو نظر چی بود؟ من دوست داشتم من کلا 100% و 100% تو فری استایل هم همینو گفتم خب من 100% تکنیک حسین خیلی خوبه تو رپ کردن صدا تکنیک خیلی خوبه. صداشو من دوست دارم من موافقم فلوی که حسین میخونه روشو من خیلی دوست دارم و فلوارو خوب خوبه از این کرد اینجا به نظرم هم به نظر من هم جواب بلیتو فعلا داده حالا ببینیم که بعد فدایی میاد بعدش میگه ولی من تا اینجا به نظرم بلیتو جواب دادی تا اونجایی که باید خب جواب داد نه جوابو داد نه مثل فدایی شاید کوبند و واو اینا نبود ببین الان بین تو الان یه دونه فاتحه مونده دیگه نه فاتحه بینه حالا فریستایل نه اصلا کاری ندارم مستقیم بلیت و Q69 من با بلیتم شک ندارم حالا تو Q69 تکنیک حسین عالیه صداش هم خیلی عالیه حسین اینجوری بگم تو این دوتا همه به نظرم حسین بهتر رپ میکنه ولی لیریکش با اختلاف فدایی بهتر به نظر من یه چیزی هم هستش الان توی لیریک همین Q69 یا Q69 چیز جدیدی نگفت فقط اومده خب کلمه اونا جواب داده دیگه آره. پس میشه گفتش که اون لفظشو در حقیقت فدایی گفته که این اومده روی اون جواب داده خب من این که میگم من جواب اونو داده خب من کلمه دیسپک دیگه کلمه جواب داده نه من چیزی اضافه بگه چیزی اضافه ای نگفت حالا آخرش اومد گفت که به کیف و کفش هم دیگه مثلا هر کار میخوایی بکنی یعنی این که مثلا دیگه جوابتو نمیدم آره. دیگه ولی مثلا میگه جوابتو نمیدم و اینا مهم نیست برام که برم مثلا خیلی چیز کنم آره دیگه یعنی... ولی خب اینم دلیل نمیشه به نظرم یعنی میتونست کار بهتری بده لیریک بهتری ولی خب یه چیزی بگم آقا روک بگم فدایی و رضا پیشرو نباید سمتش بری دیس بدی به نظر من به نظر من که آره من اگر رپر بودم اول با این دوتا رفیق میشدم تموم تموم شد رفت من نظرم ولی من دوست داشتم ولی تکنیک و فلوهاشو آره. خیلی دوست داشتم بیتش خیلی آشنات برم ولی اصلا نمیدونم که بیتش الان گفتی یکی از بچه ها یکی از شما دوستای عزیز کامنت کرده بود که Q69 یکی از ضعفاش فرضت اینه که بیتش چیزه کاوره مال خب کیه من نمیدونم. من میفهمیدم کاوره خیلی آشنا شدم ولی هر چقدر فکر کردم در طول گوش کردم بهش اصلا یادم نیست نمیشه کاوره مال کیه اگه شما میدونین که این بیت مال چه ترکیه ببینید کاوره کاور نیست البته که بچه‌شو هست که بنویسید کاور که هست کامنت کنین برامون اگه که کلا خوب بود باحال بودش آقا این بیف حسین و فدایی خیلی بیف جذابیه جفتشون قدرن حالا هر کمشون به سبک و نوع خودشون خوبن واقعا آدم لذت میبره گوش میکنه ترکاشون هر جفتشون خب و حالا امیدوارم که شما هم حال کرده باشین با این ویدیو حتما یادتون نره که کانال ما سابسکرایب کنین زنگوله رو بزنین که ویدیوی بعدی که فکر کنم آخرین ترک از این بیف هستش که فدایی داده بیرون حتما با ما همراهی کنین و ببینین فاتحه رو که فاتحه این بیف رو با هم بخونیم و فاتحه السلام آره بریم سراغ بقیه کارا بچه‌ها دمتون گرم که مثل همیشه از ما حمایت میکنید و کلی حال کردیم با این ترکم آه یه چیز دیگه یکی نوشته بودش که اینجا مگه نمیدونم زده برده فلان اینا که فقط آنایتا جلوش یه دونه لیوان نبا و فرضا خودش پشت این لپتاپ معلوم نیست دیگه لیوان کجا بذاره بچه هم کلا میل به قهوه و اینا نداره دیگه چرا ندارم من اینم قهوه بخورم حالا نه موقع چیز موقع زبط حالا اگه بخوام حالا میدونم بچه ها دمتون که آدرس سوشال مدیامون هم این زیر هست توییتر، فیسبوک و اینستاگرام که اگه دوست داشتین اونجا ما رو فالو کنین. هر جای دنیا هستین آرزوی سلامتی و آرامش براتون داریم. تا ویدیو بعدی روز و شب لاکچری براتون آرزو می‌کنیم. خدا نگهدارتون.
Woo!